سلام بچه ها، به کانال ورد اف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 9 تایی از گیمای آماده کردم که به خاطر خوب بازی کردن خراب میشن. آدم فکر میکنه وقتی یه گیم رو خوب بازی کنه قرار پاداش بگیره، اما یه سری از بازی هستن که اصلا تحمل این قضیه رو ندارن و در نتیجه خراب میشن. من امروز به 9 موردشون اشاره میکنم. شماره 9، برگر تایم. یه زمانی بازی‌های ویدیویی برای دستگاه آرکید درست می‌شدن و از اونجایی که شما با سکه انداختن می‌تونستید این بازی‌ها رو انجام بدید، سازنده‌ها عمدن عناوین خودشون رو خیلی سخت درست می‌کردن تا شما خیلی راحت نتونید اونو تموم بکنید. در نتیجه تعداد سکه‌های بیشتری رو بندازید داخل دستگاه. با این حال، بعضی‌ها بودن که می‌تونستن خیلی سریع یک بازی رو تموم بکنن. از جمله این بازی‌ها می‌تونیم به برگر تایم اشاره بکنیم. جایی که توی اون شما کنترل یک آشپز رو دارید و بعد باید برای خودتون ساندویچ درست بکنید. در همین حال تیکه‌های زنده غذا دارن بهتون حمله می‌کنن. تا مرحله 28 رو پلیرها خیلی راحت می‌تونستن انجام بدن. اما از مرحله 28 بود که سرعت اون قطعه‌های غذا واقعاً زیاد می‌شد. 5 برابر بیشتر. در واقع می‌تونیم بگیم برای 99% پلیرها امکان تموم کردن این بازی وجود نداشت. اما اون 1% پا رو از اینم فراتر گذاشتن و تونستن این مرحله رو هم رد بکنن. اما بعدش بود که بازی خراب میشد، چرا که از اون به بعد سرعت اون قطعه های غذا به شدت کمتر میشد، به حدی سرعتشون کند میشد که تموم کردن یک مرحله شاید 1 ساعت طول میکشید. شماره 8، پکمن. توی دوره‌ای که بازی‌های ویدیویی مثل پکمن به بازار اومده بودن، سازنده‌ها اونقدر قدرت پلیرها را دست بالا نمی‌گرفتن. فکر می‌کردن که همیشه از پلیرها بهتر هستن. به همین دلیل به خودشون می‌گفتن یه مرحله رو اونقدر سخت طراحی می‌کنیم که کسی نتونه ازش عبور بکنه. خب، سازنده‌های پکمن هم در واقع همچین کار رو انجام دادن. مرحله آخر خودشون رو به حدی سخت کرده بودن که هیچ وقت فکرش نمی‌کردن کسی بتونه اونا رو رد بکنه. اما گیمرها همیشه از انتظارات شما فراتر میرن. به همین دلیل بود که حتی اون مراحل هم رد کردن و وقتی به مرحله 256 میرسیدن دیگه بازی کدنویسی نشده بود و به همین دلیل بود که تبدیل میشد به همچین چیزی که الان دارید نگاه میکنید. در واقع نصف سفر رو یک سری کد عجیب و غریب برای شما پر میکردن. با این حال هم شما میتونستید اون مرحله رو انجام بدید، اما احتمالش خیلی زیاد بود که شما مجبور بشید برید به سمت راست تصویر و اگر اونجا میرفتید دیگه کاراکترتون کاری از دستش بر نمی اومد و گیر میافتاد. شماره 7، کال آف دیوتی زامبی. از بازی کال آف دیوتی ورلد ات وار بود که بخش جدیدی به این فرانچایز اضافه شد، زامبی مود، جایی که شما باید با زامبی ها مبارزه میکردید. هیچ کس فکرش نمیکرد که این بخش جدید اینقدر طرفدار پیدا بکنه، اما فکر میکنم اونقدر روی این بخش فکر نشده بود، چرا که سازنده ها فکر نمی کردن از مرحله 163 به بعد کسی بتونه جلوتر بره. از اون مرحله بود که هوش مصنوعی دشمنا کم کم عوض می شد. در واقع کل هلثشون ریسیت می شد و در نتیجه بعضی از دشمنایی که به سمتتون حمله می کردن هلثشون می اومد روی 1، یعنی با کوچکترین ضربه شما می مردن. این قضیه باز رو خیلی ساده و آسون می کرد. اما برعکس جاهایی هم وجود داشت که هلس زامبیا خیلی خیلی زیادتر میشد و در نتیجه کشتنشون خیلی سخت میشد. این موضوع رو شما میتونید توی بخشای زامبی ببینید که توسط ترایارک درست شدن. این که چرا بعد از این همه سال هنوز نتونستن این قضیه رو فیکس بکنن واقعا جای سواله. شماره 6، شادو آف موردور. شادو آف موردور به نشک بهترین بازیه که در مورد لرد آف درینگز یا همون ارباب حلقه ها درست شده و یکی از بخش‌های خیلی باحال این بازی مربوط به نمسیس سیستم میشه. شما یک منوی مشخص دارید که فرمانده‌های اورک رو بهتون نشون میده. اونا به ترتیب دسته‌بندی شدن. خب، شما میتونید این فرمانده‌ها رو بکشید و در نتیجه جای اونا خالی بشه. اگر بدونید که حتی یک بار بمیرید، میرفتید همه فرمانده‌هایی توی نقشه رو میکشتید، بازی ریستارت میشد. چرا که فکر نمیکرد هیچ کس همچین توانایی رو داشته باشه. بعد از اینکه چند تا پلیر این قضیه براشون رخ داد، خوشبختانه گرفتن بازی رو پچ کردن که بعد از کشتن اورکا حتی کسی اگر در همون نزدیکی بود و شما رو نگاه میکرد تبدیل به فرمانده بشه. اما باز هم این مشکل یه جای دیگه رخ داد، وقتی که شما قابلیتی رو به دست می آورید تا میتونستید اورکای حریفا مال خودتون بکنید. شما میتونستید حتی فرمانده ها رو تبدیل بکنید به سربازان خودتون. اگر میرفتید همه فرمانده ها رو تبدیل میکردید به یارای خودتون، بازم دیگه اون منو بی مصرف میشد. پس چون همچین چیزی برای بازی تعریف نشده بود، ریسیت میشد. خوشبختانه
الان توی دوره‌ای هستیم که اگر همچین مشکلاتی پیش بیاد میتونن بازی رو پچ بکنن و این قضیه رو هم گرفتن فیکس کردن. حالا اگر شما برید همه فرمانده ها رو مال خودتون بکنید، چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه که یکی از اونها میاد بهتون خیانت میکنه و یه فرمانده دیگر رو میکشه. اینطوری همیشه جا برای فرمانده های جدید اورک باز میشه. شماره 5، بایوشاک 2. خب اگر بخوام راستش بهتون بگم، بایوشاک 2 این مشکل رو نداره که شما بتونید با خوب بازی کردن اونو خراب بکنید، بلکه یک بازی ویدیویی داخل بایوشاک 2 وجود داره که اون میاد به این قضیه تیکه میندازه. اگر شما DLC بایوشاک 2 رو انجام داده باشید میتونید به این قسمت برسید که روی این کابینت نوشته اسپید فایر. وقتی باش اینتراکشن برقرار بکنید میبینید که یک ایستر ایگ خیلی باحال فعال شده. شما میرید داخل یک بازی ویدیویی به شدت ساده که باید دشمنایی که به سمتتون میان رو نابود بکنن. اگر شما بتونید امتیازتون رو به 99999 برسونید، اون بازی ویدیویی از کار میفته و شما رو گیم اوور میکنه. در واقع بایوشاک 2 ماده بود یک تیکه مینداخت به بازی‌های دوره آرکید که اصلا پیش بینی نمی‌کردن کسی بتونه اونا رو تموم بکنه. شماره 4، بابل رولوشن. بازی بابل که در سال 1986 برای آرکید عرضه شد، انصافا یه بازی جذابه. اگر همین امروز هم شما اون انجام بدید باش حال می‌کنید، چرا که گیم پلیش واقعا خوبه، سرعت قابل قبول داره و از اون گذشته از مکانیزم منحصر به فردی هم استفاده کرده. شما میرید دشمنه خودتون میندازید داخل حباب و بعد اون حبابا رو میترکونید تا بتونید دشمنه رو نابود بکنید. در سال 2006 گرفتن یک دنباله برای بازی بابل رولوشن عرضه کردن. از همون اول مشخص بود که این بازی قرار نیست چندان جذاب باشه. و خب همه درست فکر میکردن. بابل رولوشن به معنای واقعی یک محصول ناتمام و چندش بود. اگر شما به هر خفتی میتونستید مراحل رو رد بکنید و بعد به لول 30 برسید، قرار بود با یک باس مبارزه بکنید. اما همچین اتفاقی نمیافتاد. باس فقط برای کسایی ظاهر میشد که حداقل 5 بار داخل بازی میمردن. اگر شما به حدی حرفه‌ای بودید که میتونستید بازی رو بدون مردن، یعنی که حداقل 4 بار مردن به این مرحله برسونید، دیگه اون باس براتون ظاهر نمیشد. در واقع شما انقدر خوب عمل میکردید که سازنده ها اصلا انتظارش رو نداشتند. شماره 3، داکانت. بدون شک یکی از معروف ترین و خب خاطر انگیز ترین بازی هایی که توی دوره NES هر کسی اون انجام داده، داک هانتر. همون بازی که به شما یک کنترلر تفنگ تور میدادن و بعد باید یک سری اردک رو شکار میکردید. واقعا که چه خاطره هایی با اون بازی جذاب داریم. اما یک چیز خیلی بدی در مورد داک هانت وجود داشت، یه چیز روی مخ. اگر شما تیرتون خطا میرفت و نمیتونستید اون اردک ها رو بکشید، اون سگ عوضی از بوته ها میامد بیرون و بعد به تحقیرآمیزانه ترین شکل ممکن بهتون میخندید. خیلی ها از این سگ متنفر بودن و میخواستن به هر نحوی شده ازش انتقام بگیرن. یکی از راهایی که شما میتونستید انتقام بگیرید اینه که انقدر خوب بازی میکردید که اون دیگه اصلا نمیتونست بهتون بخنده، چرا که شما هیچ تیری رو خطا نمیزدید. خب همچین کسایی اگر به مرحله 100 بازی میرسیدن احتمالا کمی ناامید میشدن، چرا که داکانت هم مثل خیلی دیگه از بازی های هم دوره خودش انتظار نداشت کسی انقدر بتونه به مرحله بالا بیاد. و وقتی که شما به مرحله 100 میرسیدید، گیم پلی براش تعبیه نشده بود. به همین دلیل بود که اردک ها با سرعت خیلی عجیبی یه صفحه شروع میکردن به چرخیدن، به طوری که امکان نداشت شما میتونستید بهشون شلیک بکنید. در همین حین اون سگ عوضی هی میومد بالا بهتون میخندید. انقدر این کارو انجام میداد و اعصاب شما رو خرد میکرد که بالاخره بازی گیم اوور میشد و شما رو به مرحله اول برمیگردوند. شماره 2، RC Pro AM. این بازی ریسینگ رو میبینید که الان داره به ساده ترین شکل ممکن انجام میشه. خب این بازی یکی از مهمترین اثرات ریسینگ در تاریخ ویدیو گیم به حساب میاد، چرا که اول از همه استدیو ری رو به ما معرفی کرد و از اون گذشته طراحی جالبش توی گیم پلی بازی هنوز که هنوز توی بقیه عناوین ریسینگ رعایت میشه. احتمالاً بهتون گفته بودم که توی بازی‌های ریسینگ اگر کاراکتر شما بیش از اندازه عقب می‌موند، سرعتش از بقیه که جلوتر بودن بیشتر می‌شد تا اینطوری شما بتونید به اونا برسید و بازی براتون کسل کننده نشه. خب همچین مکانیزمی رو برای اولین بار توی RC Pro AM قرار داده بودن، البته نه برای شما، برای حریفایی که داشتید باشون مبارزه می‌کردید، چرا که هوش مصنوعی اونا طوری تعبیه شده بود تا بر اساس کیفیت بازی شما عمل بکنن. یعنی اگر شما خوب بازی میکردید اونا هم خیلی خوب واکنش نشون میدادن، مخصوصا اون ماشین زرد، چرا که بعد از چند تا مسابقه که شما اول میشدید اون ماشین زرد به صورت خیلی عجیبی قوی میشد. یعنی حتی اگر شما بهش شلیک میکردید و یعنی که زیرش غیر میریختید، باز هم سرعتش کم نمیشد، با سرعت خیلی بالایی به سمت شما میامد و مبارزه رو براتون تبدیل میکرد به یک جهنم. شماره 1، تتریس.
تتریس یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین فرانچایز هاییه که هنوز که همزه داره با قدرت ادامه میده. هر کدوم از ما حداقل یک ورژن از این بازی رو انجام داده. اما کسایی که نسخه NES اون رو تجربه کرده باشن میدونن که اونقدر بازی ساده ای نیست. در واقع از یه حدی به بعد خیلی هم سخت میشه. برای پلیرهای معمولی مثل ما حتی رسیدن به مرحله 29 کار دشواری محسوب میشه. اما کسایی که واقعا حرفه‌ای باشن از مرحله 29 به بعد که تازه کارشون شروع میشه. یهو سرعت اون بلوکایی که به سمت شما میان 5 برابر بیشتر میشه. در نتیجه شما فرصت خیلی کمی دارید تا نتیجه گیری کنید بهترین جا برای قرار دادن اونا کجاست. خیلیا وقتی به مرحله 29 رسیدن دیگه کارشون تموم میشه. اما حرفه‌ای‌ها خیلی راحت میتونن این مرحله رو هم رد بکنن. اما خب این پلیرهای حرفه‌ای هم از مرحله 120 به بالاتر نمیتونن برن. وقتی که شما امتیازتون به ماکسیموم میرسید بازی یهو ارور میداد. شما گیم اوور میشدید و مجبور بودید از اول این همه راهو بیایید. خب بچه‌ها اینا از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.